موزیک ویدیو به تو نمیرسه. دیسی از مرجاک به سمت ویناک. خب که آقا اگر حواستون به رپ بوده این چند وقته، ویناک از اونجایی که از شمرون میاد و مثلا پرچم شمرون و گنگ شمرون دستش گرفته، خب بچه هایی که حالا اهل شمرون هستن شاید خیلی بایشون سیتویل نکنه، متوجه یعنی چی؟ یعنی که خیلی بیان آقا وات مثلا این همه زمان ما اینجا بودیم، حالا اومدیم. نه چیز دیگه که یه چیز دیگه میگه، شما گفتیش. خب میگه که ما اینجا بودیم و حالا خلوت شده، مثلا شما اومدید سر صدا میکنید. به هر حال دیسشو داده. خب میتونیم هم دیگه گوش بکنیم، ولی قبلش یادتون نره کنید لایک و سابسکرایب حتما بزنید، هشتگ جوین کرد نورت کانتا پاره کنید. بریم که ویدیو رو با هم شروع کنیم. آسا آهنگ خودم سوهاشو پیش تو بودم پایین. آره جدی میفرمایید؟ ما اینا رو بعد کجا ما در بودیم؟ جدی میفرمایید؟ جدی ببین من عاشق وقتی هم که بیمارو استفاده میکنم بیمارو به موقع و به جا. وای یی وای این الان باعث تو چی؟ یعنی 50 سال دیگه هم یه نفری آهنگ گوش بکنه این جدی میفرمایید ثبت شد در تاریخ. خیلی خوبه، خیلی خوبه، عشق کردم، عشق کردم. جدی میفرمایین؟ خیلی حاله. اینا که ما اینا رو بعد کجا ما داره بودیم؟ کجا داره بودیم؟ چی میگن این بچه خونه؟ اوه حاجی رنگو داره اینجا میشین نطفه دیگه جوری آبی هن، چون آبی بوشو گرفته. آره به خاطر اینکه گنگ بلاد، خب با گنگ کریپ، خب اینا با هم دشمن هم دیگه. تو اون ویدیو بلاد توضیح داریم، حالا اونا آبی پوشیدن در واقع کریپسی ها و بلادی ها بلادی ها قرمز بوشن و از اونجا که ویناکین ها قرمز پوشیدن یعنی که شروعه. آقا تو شمرون دادا گنگ میدونی قضیه اینجوریه. این بچه خونی ها اینجا میشی یا نطفه دیلی جوری گر بگیرت کنم گر بگیری. آه جوری گر بگیرت بکنم گر بگیری آتیش بگیری. خب از اون طرف این بچه خونی ها، خب منظورش هم بچه خونی ها صبح که بچه خونگی هم حساب میشه بچه خونی هم دیگه خونی هم آره اینجا سه تا منظورسون با یه کلمه که عوض کرد. خب یه اینجا بشم هم اینجا میشی یا نطفه دیلی جوری گر بگیرت کنم گر بگیری. قوی 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 صف دو یک دو یک رو بیت آزاد. اوکی بیت آزاد. مرجاک امسی و یه دوله به دستش، تو هم هنر داری ولی هنرت کسبه، پس افوایی نستادم نوبت مشه، میخوام جای رفیقت بدم نصحت و دستت من تو قیومه. چون رفیقش دکتره ولی اون میداد. ما نسخت این دفعه میبیچیم میدیم دستت. خب اوکی. هنر داری و هنرت کسب، یعنی که هنرت ضعیف پایین تر از ما صد در اقل. هنرت کسبه، کسب درآمد و این داستانا. آها کسب میگم کسره. خب کسبه. اوکی هنرت کسبه، یعنی که دنبال فقط مثلا کاسبی تو کاسبی دیاره کسب کاسبی شاید یوزری هنری نیست اونم ولی خب اوکی. نه منظور چیه؟ آره من صف وای هستم نوبت من شفه کنم، یعنی که آقا مثلا یهو اومدیم دیگه وای نسریم، مثلا الان شاید شما گنده شدیم، مثلا یکی میخوان دیستون بکنن راهره. آره. هر جای صف بپری وسط صف یه جایی تو صفی دیگه ها نه دیگه پری سری که منتظر نمونم نوبت منشه. خلاصه به وقتش که هر وقت خودم بدونم صلاح بدونم میام سراغ افوای نستادم نوبت منشه، میخوام جای رفیقت بدم نصحت و دستت من تو قیومه قیومت میونه قیومم، یکی شده با این دیوونگی رو هم موزیکا تلم بارن کیلومتری رو هم، فقط اونی که واسم خورده میدونه کی اومد چون ما اومدش. اونی که واسم خورده میدونه کی اومد. خب اومدن کام. خب کی اومد میخوره به این چیز. من تا آخر قیومت میونه گیومم، یعنی چی؟ یعنی تو پرانتزم، یعنی اون قسمتی هم که مهمه باید حواستمون بهش باشه، یعنی آقا این قسمت تو پرانتز بدونیم که توجه نسبت بهش جلب بشه، همه بدونن چی داریم میگیم. خب این دیوونگی هم که تو وجودم و یعنی که رپ و این صحبت ها و گنگ بازی شده با این دیوونگی رو هم موزیکا تلم بارن کیلومتری رو هم، فقط اونی که واسم خورده میدونه کی اومد چون ما امت شرقی تو سنت غرب برا تو میگیرم لقمه رو چپ، ولی حضورتون لازمه چون ضعیف ها برا آماتورا میشن قوت قلب پشت سر هم. ضعیف ها برا آماتورا میشن قوت قلب. بیدیش چی بود؟ یه شما امت شرقی نه اونه 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 میگه که ولی حضورتون لازمه چون ضعیف ها برای آماتورا میشن. آها فکر کنم داره میگه شماها که جز ضعفایید نیازید که سری جدیدم که تازه میان میخوام بیان داخل بازی شما میگن او اینا ضعیفن، ما این عینه که بهتریم که مثلا خب آره. میتونیم اینا رو بزنیم عینه میتونیم بالاتر بشیم. شما قوت قلبی واسه یه سری که تازه میخوام بیان تو بازی پس اصلا شما اوکی شما هم باشید. خب ضعفا
بعد از اون طرف امت شرقی، حالا چون ما بلوک شرق حساب، بلوک شرقی ما وسطیم دیگه، به هر حال ما شرق دنیاییم دیگه، آمریکا و اروپا غرب حساب بشن، خودش هم همون حساب میشه. خب نه دیگه، داره میگه شما ادای غربی ها در سنت غربی دیگه، منظورش اینو میخواد میگه که آقا شما رپ حساب کنید، خب رپ هم چیز غربیه منظور خالص. خب آره، ولی الان خیلی رپ به صورت ایرانی طور اجراش میکنن. خب اون مدل اینا که آقا اولا رفتن و من بلادز اومدن گرفتن، بعدم که هی مثلا مواد پواد میکنن و مثلا مدل آقا استایل کلماتی که استفاده میکنن همش چیزای انگلیسیه، نمیدونم. و حتی پوز گرفتن واسه عکسشون هم آقا این کاره غربی انجام میدن. خب یارو رقص دریل دنس مثلا اونوری انجام میده، حالا دریل دنس واسه یه چیزی، ولی مثال میزنم، یعنی کلا همه رفتارها منظور اون سمتیه. لازمه چون ضعیف و بر آماتورا میشن قوت قلب و سرم، مثل ویروس میشی تکثیر، جمعتون جمعه ولی میشی تکثیر، الان رفقا مستن پیروزی تا شمرون، تو استقلال داری ولی توی تکسیم، موقع شلوغی تو استقلال داری توی تکسیم. اوکی نکنم دیگه چی؟ ما توی ایران تهرانی گرفتیم درسته؟ ولی تو اگر جایی مثلا بخوای مثلا اعلام استقلال بکنی، تو تقسیم اونجاست که کسی نمیشناسه. استانبول داره، استانبول ترکیه، خب کسی نمیشناسه. اوکی بدون تقسیم، بعد بدون تقسیم میگن آقا همه جور آدمی هم توش هست. حالا فکر کنم یه شهرت های بعدی هم داشته باشه، مطمئن نیستم. خب حالا چون خیلی اطلاعات ندارم اون نمیگم، ولی فکر میکنم یه خیلی خوب نباشه اونورم، با اینکه معروفه و همه آدما میرن اونجا. پشت سر هم مثل ویروس میشید تکسی، جمعتون جمعه ولی میشید تکسیر، یعنی تکی مثلا میذارمتون سیرتون میکنیم یا همچین چیزی. ولی توی تکسیم موقع شلوغی یا لال تو استانبول، تو که انقلاب شدی و انقدر هاردکور، میگم تو پیکام ببرنن تا فردون، عقب بالا پایین بپری مثل پاپ کورن، گم حال هر جایی باشه قبلتون، چون لات نمیشه با فیس تتو، با بچه‌ها کاشونک پذیراتون هستیم که افتریتون بشه شب اجلتون. او افتریتون، حالا افتری میشه چی؟ افتر موازنه، افتر پارتی میشه شب هجرتون. اوکی اوکی، ببین اینجا داشته باش یه نکته جالبی داشت که موقع شلوغی لال تو استانبول، اون موقع گنده لاتی نبودی. خب الان که مثلا یه داستان تموم شده تو ایران گنده لاتی در میاری و اومدی اینجا و اعلام مثلا استقلال میکنی، مثلا اون استوری یه گذاشته و اصلا دیگه خیلی قضیه رو برمیگردنه. کدوم استوری؟ اما استوری وینا که تو اعتراض گذاشته. آره حاجی، آره اون قضیه. حالا خیلی الان متوجهی، حالا من کاری ندارم، واقعا هیچ کاری ندارم. خب ولی محسوسم که پیج های رپی الان خیلی دوست دارن. آره اینو بولدش بکنن. چرا؟ چون الان برد تو اینه که فعلا با تیمی که مثلا الان داره سرسا میکنه، خب با این تیم باشیم. آره نمیدونم جریان دارن جلو مثلا. من نمیدونم چه سودی واسه پیج های رپی داره، چون اونا که پولی چیزی نمیگیرن از جایی که. خب شاید حال میکنن باهاش، نمیخوان مثلا، شاید نمیدونم واقعا. اگه شما تئوری دارید بگید. خب ولی این از اون داستان استوری وینا که حالا فعلا نمیخوامش بپردازم، شما خودتون اونا که میدونید بدونید دیگه. این به فیستات هم اشاره کردی، حالا فیستات زیادی داره وینا که میگه آقا فکر نکن دو تا فیس زدی، فیستات زدی الان خیلی لات شدی، کاشونک پذیراتون هستیم که افتریتون بشه شب اجلتون. عروس تو کنه به تو نمیرسه، به هرکی برسه به تو نمیرسه، ما اقلاب و جل داریم، بار اولو همیشه به موقع میرسه. به تو نمیرسه، به هرکی برسه به تو نمیرسه، ما اقلاب و جل داریم، بار اولو همیشه به موقع میرسه. اینو اشاره نکنیم چون کاورش هلوی بود، چون قاچ میکردن درسته؟ آره یه چاورش یه حالش قاچش کنه و این اموجه هلو هم که نواد اصلا کونه دیگه، کونه دیگه. خب بار هلو به موقع میرسه دیگه، یعنی آقا کونا به موقع اومدن سرشون. و اینکه آقا میگه حقا به گل داریم و کاشانک رو اشاره کرد. کاشانک یه منطقه‌ایه که فکر کنم تو همون نزدیکای منطقه یک، حالا نمیدونم دقیقاً کجایش، چقدر مثلا با شمون فاصله داره، نزدیک زعفرانی هست که نمیدونم کجاست، نزدیک تجریشه. و حالا نکته ای که هستش اینه که بعد از این ویدیو که دیشب اومده بودش، امروز ویناگ رفته بود اونجا با اون مثلا آرم میدان کاشانک یه عکس استوری کرده بود. آره ما اومدیم اینجا، شما کجایین؟ آفرین. خب منظورم اینه که دقیقاً چقدر فاصله داره خب از اون جایی که ویناگ هستش، خوندم که چقدر نزدیک همن، منظورم اینه. خب آیا این خدایش بهش میگم این محدوده گنگ مثلا بلادز به محدوده گنگ کریپس الان چقدر نزدیکه؟ از اون لحاظ پرسیدم. خب بگذاریم. بار اولو همیشه به موقع میرسه، ادعا داری خیابونی، تو خیابون مردمو زدن نگفتی، تو هر چی شاخی باش تو رپ نه، بیا دستتو بگیرم که از ضرب نیفتی، افتادی توی دام افتی، چشت سیاهی میره انگا تو وان نفتی، خودت اکتی ولی دافت اکتیف، هلو اینجا میرید با چاک زخمی.
هلو اینجا با چاک زخمی دیگه میذاریم زخمیت میکنیم خودت تو میگه خودت که اکتی یعنی فقط ادا در میاری ولی دافت اکتیو یعنی که دافت فعالیت های نامشروع میکنه خب بعد از اون طرف سادتی دام افعی آره اینا یه مقدار خیلی قوی نبود یه نکته بعدی بخوام بگم در مورد کیفیت ویدیوه که مثلا حالا جدا از ظاهری یه مشکلی که داره مثلا میان یه جاهایی که داره لب میزنه اصلا با متن نمیخونه همینجوری جدا اصلا هست من دقت نکردم نگاه کنیم ببینیم یه سری جاها که الان ماسکی که هیچ مهم نیستش ولی کیفیتی هم خیلی نه وجود 1080 این چرا اینجوریه ولی حالا اوکیه خیلی به موزیک ویدیو بخوام اگه مثلا آخه نه کنم بخوام واقعا مقایسه بکنم اینو با موزیک ویدیو بلاد که هیچ جو در حد نیست خب نه از لحاظ تکسی نه از لحاظ چیش میگن موزیک ویدیوی خوب آره بصری و فلان و این حرفا ولی دیسای چیزی یعنی فکتایی که داره استفاده میکنه خب فکتای قابل قبولیه فقط آره. میخوام میتونم بگم که مثلا خیلی دیسه مثلا میدونی اونقدر پانچ لاین های اونطوری نداره داره چند تایی ها ولی به اون صورت حالا نه که ویناکم داشته باشه آره. خب ویناکم نداره ولی منظورم اینه که حالا یه نکته که بکنم مثلا موزی ویدیو اضافه کردم فکرم فقط با خاطر نشون دادن رنگ آبی و این داستان ها گنگ آبی و گنگ قرمزه آره. که خیلی پوینت آره بعد احساس کنم کاورش هم کاور ضعیفی بود واقعا میتونستن خیلی با کیفیت تر کاور درست بکنن خب میدونی بعد با اون فونت مثلا یه ذره احساس کنم کاوره بعد خیلی قوی تر از این آره خیلی قوی تر که منظور با کیفیت تر بود این انگار که مثلا من آقا اینو بفهم یه چیزی گذاشتم سرش همینجوری عکس با گوشی گرفتم گذاشتم تو فتوشاپ اونم نوشتم بود تازه فتوشاپ نمیخواد با فتوشاپ چیز... کردم منظورم واقعا هولدار چیز نکرد چرا جو رفته دیگه بعد با پیکس آرت هم میشه مثلا به تو نمیگه سر اونجا با اون فونت نوشتش بلو اینجا میرید با چاک زخمی چی دیدی تو خودت تو هم با نمکی ولی شیرینی تو مخه اگه بیام اونجا میپیچه تو کلینی تو گوهت چون سر تیزی و ببینی میرینی تو خودت حتی بخیر اینا شاید به چیز داره یه ذره میگه شاید به هیپولوژیست میگه کلینی به خودت گو میگیره اونجا خب یا اینکه میگه تو بغل رفیقات تو کلینیکی خاله خراب میکنی به هر حال جفتشون میخوره وجهی بگوهت چون سر تیزی و ببینی میرینی تو خودت حتی وقتی لم دادم روی مبل راحتی انگار رو شمارش معکوس بمب ساعتی اینا دلشون خوشه به یه لوه کاغذی الکی رو به این لوده ها ندیم و سالا پشت لوه کاغذی چیه؟ لوه کاغذی شاید نسخه که نمیتونه باشه مثلا اسمش چیه؟ یه قرار خدایا این که مثلا دادگاه میده چی بهش میگن احضاریه چیزی مثلا حکمی شاید چون در ادامه اون کلینیکه بودش نکنه مثلا جواز دکتری نیست نه همون نسخه اینا نمیدونم لوح کاغذی منظورش چیه حالا یه لوح کاغذی الکی رو به این لودا ندیم و سالا پشت درهای بسته کنفرانس زدیم جلوی بقیه باز نشه این مشت آهنی ولی جبرانش سخته گندی که شما گشنا زدید به تو نمیرسه کی برسه به تو نمیرسه ما حتی آب و گل داریم باره اولو همیشه به موقع میرسه اوکی 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 ببین اینجا با حرف باش هم قسمتش موافق هم قسمتش مخالفم خب مثلا اینجا که میگه الکی به این لوده ها رو ندین و ما سال هاست پشت درهای بسته کنفرانس زدیم خب بکنم دارم مثلا میگه ما توی شرایط سخت مثلا آهنگ ساختیم یا کار کردیم فلان این حرف ها الان اینا اومدن بهشون لو ندین یا کن آقا تو نمیتونی مثلا خب حالا هر شرایطی داشتی خب یه نفر اگه الان کارش بهتره خب بیا بگی که چی به این توجه نکنید ما این همه سال مثلا در سختی زحمت کشیدیم خب پس به این توجه نکنید زحمت های شما جای خودش خب ولی شما باید خودت هم سعی بکنی میدونی چی کار خوب بدی بیرون و تو این لول نگه داری اگر تو اون لول نگه داشتی کارتو و بعد اون آدم مثلا ویو گرفت این حرفا بازم حالا بازم موقع چیزی هرچه اون موقع بازم سلیقه مردم نیتونی مثلا بگی آقا تو چلا سلیقت اینطوریه که خب حالا کار مجری هم نه که بد باشه من واقعیت دارم میگم که منظور نمیتونی این خورده رو بگیری آره و یا نه یه سری حرفای دیگرش باش موافقم که مثلا حالا قبلش گفتش به تو نمیرسه برکی برسه به تو نمیرسه ما حق آب و گل داریم بار اولو همیشه به موقع میرسه قبلا سر تهران دعوا بود الان محله ها رو سند میزنن تو پستوهای واقای شمرون هلوها رو سبت سبت میبرن خیلی قشنگ بود حرفش حق دیگه خب حالا تهران الان به محله ها رسیده اوکیه خب میتون چون شهران هم شهر بزرگیه آره. مثلا شان تو نیویورک مثلا آقا کینگ بروکلین منم کینگ نمیدونم
مثلا اون یکی چیه؟ من یه جای دیگه‌اش مثلا منم فلان و این حرفا. آقا یه چیزی دیزه باحالی بودش خب. حالا نکته های جالبی به نظرم گفتش که به نظرم میخوردم. آره میشینه. نظر شما چیه تو کامنت ها بنویسید بچه ها اگه از اون قسمتش ناحق بود یا حق بودش و اصلا آیا به نظرتون مرژاک درست میگی که یا ویناک. ولی مثلا رو این کلیم حداقلش رو کلیم این که آقا بگه مثلا من گنده شمرونم خب تو گنده شمرون نیستی میتونه بحث بشه خب حالا بقیه کلیماش به جدا. بعد نظر واسه اینکه ذره کارشون بهتر بعد یه ذره لول کارشون رو بیارم بالا دیگه وقتی اونا دارن با اون کیفیت فعالیت میکنن حالا مثلا تو ویدیو این داستانا بعد بیشتر برن خودشون بالا تر. آره بعد از لحاظ مثلا چیز بیت هم با اینکه بیت خوبی بود ولی هنوز سبک مثلا سبک زیاد مثل شنیدیم مثلا چیز نوآوری خاصی کلا این کار از لحاظ فلوی از لحاظ بیتی و این حرفا حتی موزیک ویدیو هم که فقط خودشون جلوی دوربین وایسته بودن اونقدر نوآوری خاصی نداشت. میتونیم فقط بگیم آقا یه سری لاین بودش که ویناک میتونه جواب بده میتونه جواب نده و ببینیم که کجا میرسه. نظرتون بچه‌ها هم تو گفتم بنویسید تو کامنت اگه ویدیو دوست داشتین لایک سابسکرایب زنگولیاتون نره این ویدیو رو دوستون شیر بکنید تا ویدیو بعدی فعلا.